میهمانان امشب تفسیر خبر: داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی در قبل از انقلاب 57 و رایزن کنونی حزب مشروطه ایران. کاظم علمداری جامعه شناس و نویسنده کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت. و مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در استودیو در کنار بنده حضور دارند. سلام، خوش آمدید. دیر آمدید به خاطر برفباران وحشتناکی که به هر حال رسیدید. البته خیلی زیباست ولی خیلی وحشتناکه. بله. موضوع برنامه امشب عوامل سببساز انقلاب 57 و عوامل سببساز اعتراض‌های مردمی 8 ماه گذشته در ایران. اجازه میدید که از آقای داریوش همایون شروع کنیم، از عوامل سببساز انقلاب بهمن شروع میکنیم. آقای همایون درود بر شما، اگر که صدای بنده رو میشنوید خواهش میکنم بفرمایید. خوش آمدید به برنامه تفسیر خبر امشب. درود بر شما آقای همایون. بله بفرمایید، پرسش رو عرض کردم، بنده سکوت، خواهش میکنم. فرمودید عوامل سببساز یک چنین رویدادی بسیار زیاد است. انسان در تحلیل ها ناگزیر به مواردی که به نظرش مهمتر می آید توجه می کند، ولی نمی شود 1, 2, 3, 4 مورد رو گفت. حالا اون بحث دیگری است، ولی من از ناچارم از طبیعت اون انقلاب شروع بکنم. انقلاب اسلامی آخرین انقلاب کلاسیک بود در تاریخ جهان و انقلاب کلاسیک پدیده قرن 18 است، پدیده عصر روشنگری است، نتیجه جهانبینی روشنگری است که جهان رو باید ویران کرد و از نو ساخت. و این طرز تفکر در زمینه اجتماعی به انقلاباتی انجامید که ما اسم اونها رو حالا میگذاریم از انقلابات کلاسیک. بزرگترین اینها البته انقلاب فرانسه بود بلافاصله بعد از عصر روشنگری و انقلاب روسیه بود که سده 20 را آغاز کرد و انقلاب اسلامی بود که آخرین انقلاب کلاسیک است، برای اینکه در این اسنا هم ورشکستگی این طرز فکر که جهان رو باید ویران کرد و دوباره ساخت بر همه جهانیان آشکار شد به دلیل شکست کمونیسم و هم به دلیل ضربه‌ای که انقلاب اسلامی هم به اسلام زد هم به ایران زد و البته پیامدهاش ادامه دارد. چنین طرز فکری که 30 سال پیش و 40 سال پیش سر تا سر جامعه روشنفکری ایران رو تقریبا گرفته بود، دست در دست احساسات مذهبی مردمی که بیشترشون از روستاها به شهر مهاجرت کرده بودند و هنوز خودشون شهری نشده شهرها رو روستا کرده بودن، سبب شد که چنان انقلابی بتواند اصلا شروع بشود. اما اینکه چرا انقلاب به نتیجه رسید، چرا پیروز شد، چون انقلاب چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفتد و هر روز پیروز بشد. خیلی به ندرت موقعیت های انقلابی به قول لنین به انقلاب منجر می شوند. علت این که موقعیت انقلابی در 1356-7 ایران به انقلاب تبدیل شد، اون رو باید در سیاست ها و در رویکرد کلی دستگاه حاکم اون روز ایران و به ویژه فرمانده خدایگان، اون عناوینی که برای پادشاه گذاشته بودن و همه قدرت ها در دست او بود، به ویژه در رویکرد او و شرایط روحی و جسمی تا حدی او باید جستجو کرد. من یه وقتی نوشتم که انقلاب اسلامی پیروزی انقلابیان اسلامی نبود، شکست پادشاه و رژیم پادشاهی بود. و شما همایون، بارها بنده از شما شنیدم و خواندم که انقلاب 57 رو انقلابی اجتناب ناپذیر توصیف کرده اید به دلیل مجموعه عوامل. نمی شود جلوشی گرفت، یا انقلابی اجتناب پذیر؟ اجتناب پذیر با توجه به عواملی که شما شمردید؟ بله، برای این که عرض کردم موقعیت انقلابی اجتناب ناپذیر بود، اون به وجود می آمد، شرایطی در ایران بود و در جهان بود و روند اصلا تفکر روشنفکران در اون دوره در همه جای دنیا ایجاب می کرد که یه موقعیت انقلابی
اراده ویران کردن نظام گذشته و ساختن یک نظام تازه‌ای بر روی آن باشد در لایه‌های بزرگ از اجتماع. ولی همطور که عرض کردم موقعیت‌های انقلابی در جهان بسیار روی می‌دهند. همین الان شاید 20 تا 30 تا در کشور در جهان هستند که در موقعیت انقلابی هستند، از جمله خود ایران. ولی انقلاب لزوماً بعد از موقعیت انقلابی روی نمی‌دهد و لزوماً پیروز نمی‌شود. علاوه بر این باید توجه داشت که ایران در 1357، 31 سال پیش، به هیچ وجه شباهتی نه با فرانسه 1787 داشت، نه روسیه 1917، نه در جنگی شکست خورده بود، نه خزانش خالی بود، نه کشور از هم پاشیده بود. برعکس خیلی اوضاع روبرایی داشت تا همون چند ماه پیش از انقلاب. و به علاوه ایران یک جامعه طبقاتی مثل فرانسه قرن 18 پایان قرن 18 نبود، مثل روسیه آغاز قرن 19 هم اون طبقه اشراف و بالای جامعه به اون صورت موروثی و همیشگی نبودند. خیلی جامعه سیالی بود، از لحاظ تحرک اجتماعی مثل هر جامعه پیشرفته دیگری میتوانست حرکت بکند. اما سیاست‌های حکومت و تسلیم محض رهبری سیاسی ایران در اون سال سبب شد که موقعیت انقلابی به سرعت تبدیل به انقلاب بشود و انقلاب به پیروزی برسد. سپاسگزارم. بله، بسیار خوب. آقای دکتر علمدانی سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه امشب تفسیر خبر. منم سلام میکنم خدمت شما و آقای همایون و مهمان دیگری که متوجه نشدم اسمشون رو. آقای مسعود سفیری. بله، خیلی خوشحال هستم. از بودم که من ضمن تایید گفته های آقای همایون اجازه بدید از زاویه دیگری به پدیده مقایسه ای انقلاب 57 و جنبش کنونی بپردازم. در سراسر تاریخ 100 سال اخیر ایران تمام خیزش های مردمی از یک المنت مشترک یا المنت های مشترک، فاکتور های مشترک، عوامل مشترک برخوردار بودند و تفاوت هایی هم با هم داشتند. از انقلاب مشروطیت به بعد، جنبش مشروطه به بعد، این رو ما مشاهده می کنیم. دوره 100 سال گذشته دوره گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، جامعه نو بوده. بنابراین در زیر ساخت جامعه هم دو پادشاه پهلوی هم در دوره جمهوری اسلامی تحولات مثبتی اتفاق افتاد، به خصوص در دوره گذشته. در اوایل این تحول گام‌های بسیار نوعی برداشته شد، مثل نوسازی دادگستری، آموزش و پرورش، وارد کردن صنایع جدید، کشاورزی، بهداشت و غیره. آن چیزی که غایب بود و به نظر من المنت مشترکی هست که در این سه تا خیزش مردمی میشه باش مواجه شد، مقاومت های سیاسی از طرف حاکمیت، مقاومت در برابر خواستهای سیاسی مردم بوده. هم در دوره دو پهلوی با توجه به اینکه این تحولات نوگرایی، نو کردن جامعه اتفاق افتاد و همش هم مثبت بود و جامعه رو متحول کرد، ولی در برابر خواست سیاسی مردم، آزادی سیاسی، انتخابات آزاد، انتخابات رسانه‌ها، مشارکت مردم در حاکمیت، قانونگرایی، منع زندانی سیاسی و شکنجه، از این مسائل مقاومت شد. و اگر بخوایم فاکتور مشترکی بین انقلاب 1357 و امروز پیدا بکنیم، می‌بینیم که در انقلاب 1357 خواست‌های مردم طرح شد و حتی از زبان رهبران انقلاب 57 از جمله شخص آیت الله خمینی بیان شد. خواستهای آزادی بیان، آزادی انتخابات، قانونگرایی و مسائلی از این قبیل، پایان دادن به زندانی سیاسی و شکنجه و غیره، همین ها و سانسور، همین ها مطرح شد و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به خصوص چاپ اول این قانون اساسی که در قبل سال 68 تجدید نظر بشه، بازتاب پیدا کرده. ولی در عمل همون اتفاقی افتاد
که در دوره گذشته رخ داده بود، یعنی خواستهای سیاسی مردم علارغم وعده‌هایی که داده شده بود عملی نشد و ممانعت شد. در برابر در واقع این ممانعت جنبش مقاومت کرد و دنبال فرصتی میگشت که بار دیگر این خواست ها رو تر بکنه. به نظر من جنبش اخیر همون خواست ها رو با یک تفاوت اساسی مطرح میکنه. این تفاوت اساسی در شکل انقلاب و در شکل اصلاح هست. در گذشته همطور که به درستی آقای همایون تر کرد، انقلابات کلاسیک شیوه تغییر جامعه بود. میبایست اون چیزی که نهادهایی که نهاد به خصوص سیاسی و نهادهای دیگر جامعه تخریب بشه و جامعه نو بر اساس این خرابه ها بنا بشه. در حال حاضر این دیدگاه به طور کلی عوض شده و چه خوب است که عوض شده. جامعه دنبال اصلاح آن چیز است که معیوب هست. جامعه ایران در زمینه سیاسی، نهاد سیاسی و قدرت معیوب هست و باید تغییر تحولاتی انجام بگیر که شکل نوینی پیدا بکنه و خواستهای مردم در این نهاد بازتاب پیدا بکنه. بنابراین اگر خلاصه بخوام بگم، همون خواستهای تقریبا همون خواستهای سیاسی زمان انقلاب مطرح است، منهای خود انقلاب، فقط اصلاحات امروز مورد نظر هست. البته ناگفته نماند که در دوره جمهوری اسلامی پتانسیل و ظرفیت رشد جامعه در زیرساخت بسیار بسیار بالا بود. اگر ما ایران رو با کشورهای هم سو هم تراز ایران مثل کره جنوبی، مثل ترکیه، مثل تایوان مقایسه بکنیم، میبینیم که اون کشورها چقدر رشد کردن و ایران همچون عقب مونده. در یک شاخص صادرات کره جنوبی بیش از 420 میلیارد دلار صادرات صنعتی عمدتاً داره، تایوان بیش از 360 میلیارد صادرات داره، کشور کوچیک با 25 میلیون جمعیت، و ایران 18 میلیارد. و این نشان دهنده این است که ایران بسیار عقب مونده. حتی ترکیه، من صحبت از صادرات غیر نفتی می کنم، حتی ترکیه از در سال گذشته، در سال 2009 بیش از 140 میلیارد دلار صادرات داشته. اگر این رو با رقم 18 میلیاردی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه مقایسه بکنیم، میبینیم که در خیلی از زمینه‌ها ایران نتونسته برخلاف ادعای خودش پیشرفت بکنه و درجا زده. دلایل این هم به نظر من بسیار روشن است. ببینید، در پیوند با آنچه که مفهوم انقلاب‌های کلاسیک و آنچه که امروز رخ میدهد، هم آقای دکتر کاظم علمداری اشاره کردن، هم آقای داریوش همایون، یک نکته بنده عرض بکنم که بعد میخوام از شما بپرسم آقای سفیری. ببینید، اسماعیل خویی شعری داره، من یاد شعر اسماعیل خویی افتادم، این بند شاید زبانزدش در اون موقع، که میگوید جنوب شهر ویران خواهد شد، شمال شهر از ویرانی جنوب. این به این مفهوم است که نمخواهم اسماعیل خویی رو تفسیر کنم، ولی میخواستم عرض کنم که اون چیزی که آقای همایون فرمودن که در 30-40 سال گذشته این ملکه ذهن تمام روشنفکران ما بوده است، البته دلیل روشن اجتماعی و اقتصادی داشته است. همون نکته که آقای همایون فرمودند که مهاجرت روستاییان به شهرها و تعبیر زیبای تبدیل شهرها به روستا، اون باعث شده بود البته که کمربند قطور فقر در دور کلان شهرها به وجود بیاد و در حقیقت جنوب شهر ویران میشد به دلیل تعمیق روزافزون شکاف ثروت و فقر در جامعه، که همه بزرگانی که الان در برنامه حضور دارن شاهدش بودن. حالا باز میگردیم به این موضوع. آقای سفیری، خواهش می‌کنم بفرمایید در پیوند با همین تعبیرها و اینکه چه عواملی، ببینید قبل از که وارد عوامل بشیم، من میخوام از در واقع شما به عنوان روزنامه‌نگاری که بیان نگاه نسل بعد از انقلاب، نسل پرورش یافته بعد از انقلاب 57 هستیم، میخوام ازتون سوال بکنم که آیا اصولا مشابهتی میبینید بین جنبش اعتراضی 8 ماه اخیر در ایران با قبل از انقلاب، آنچه که روی داد و به تعبیر آقای همایون دو موقعیت انقلابی؟
من موقعیت فعلی رو میل ندارم موقعیت انقلابی بنامم، به خاطر اینکه اون وقت با خشونت هم رو خواهد شد و ما در 8 ماه گذشته شاهد بودیم که هم رهبران این جنبش هم کسانی که درش سهیم بودند فریاد میزنن که ما خشونت طلب نیستیم، کشته میشن ولی دست به کاری نمیزنن. اگه فراموش نکنید که برشرات در انقلاب 57 پیامدش حادثه خشونتباری بود، حتی در طول حیات رژیم پهلوی تا قبل از سقوط 22 بهمن حوادث خشونتباری در کشور اتفاق افتاد، مثل آتش زدن بانک ها، مثل حمله به سازمان های دولتی، در حالی که هیچ کدوم از اینها رو جنبش سبز در طول حیات 8 ماهه خودش انجام نداده. بنابراین و با توجه به تعبیر بسیار زیبای آقای همایون اینکه عصر انقلاب های کلاسیک هم تموم شده، من اسم این رو میذارم در واقع یک حرکت اعتراض آمیز، اینکه در این حرکت اعتراض آمیز و مدنی در آینده خودش، در روند تکاملی خودش چه درخواستایی داشته باشه، اون رو فکر میکنم که باید در آینده مطرح کرد. من مشابهتی به این شکل نمیبینم. اما اینکه شما بگین که مطالبات تغییر کرده یا نه، من میگم که نه، نشون میده که مطالبات تغییر نکرده. یعنی در واقع جامعه به خواستهای خودش که فکر میکرد که پس از انقلاب 57 به اون دست پیدا خواهد کرد، نه تنها دست پیدا نکرده بلکه انبوه‌تر شده. ما میتونیم در مورد رژیم گذشته، اینکه آزادی های سیاسی نداشته، سرکوب داشته و زندان و همین ها صحبت بکنیم، اما نمیتونیم این نکته رو هم غافل بشیم ازش که آزادی های مدنی و اجتماعی، در واقع آزادی اینکه به چه دینی دارید و چگونه میخواین زندگی کنید، در 54 سال حکومت پهلوی یکی از درخشان ترین دوره ها بوده و درخشان ترین امتیازات رو باید بگیره. من فکر میکنم که باید به تاریخ این فرصت رو بدیم که قضاوت نهایی رو در این موارد بکنه، هرچند که عجولانه هست. اما اون چی که به انقلاب 57 منجر شد، اگر اجازه بدیم من خیلی کوتاه عرض میکنم، انقلاب 57 در واقع محصول یک جامعه نامتوازن سیاسی و اجتماعی بود، یک جامعه توسعه نیافته با دلایل مختلف. یکی از دلایلش این بود که به هر صورت ما در عصر اون حکومت، در عصر انقلاب ها زندگی میکرد، زمان زمان انقلاب ها بود و از همه مهمتر این بود که ما همسایه یکی از ابرقدرت هایی بودیم که نمیتونستیم در همسایگیش تنفس بکنیم و جامعه روشنفکری ما نمیتونست از اون طرز تلقی که داشت در واقع نجات پیدا بکنه. شما اگر تاریخ ایران رو مشاهده بکنید، ببینید که میرزا کوچک خان بعد از تاسیس اتحاد جماهیر شوروی در ایران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تاسیس میکنه. میرزا کوچک خانی که در واقع یک فرد مذهبی هست، در همه تصمیم گیریش هم استخاره تاثیر داره، ولی تحت تاثیر در واقع عوامل چپ میاد و جمهوری سوسیالیستی تاسیس میکنه. همه اینها پرشتاب میگذره، اما اون چیزی که هست، من میخوام بگم که در واقع تجددگرایی پرشتاب دوران پهلوی، تجددگرایی پرشتاب دوران پهلوی این تلقی رو در حکومت ایجاد کرده بود که این تجددگرایی کمک کرده که یک طبقه شهری به وجود بیاد که اون طبقه شهری مدافع آرمان‌های این تجدد هست. ما 35% قبل از انقلاب از جمعیت کشور شهری بودن و 65% روستایی. از این 35% شهری 15% حاشیه‌نشین بودن، 20% ساکن شهری. یعنی در واقع ما 80-20 باید جمعیت ایران رو تقسیم بکنیم. طرز تلقی حکومت این بود که دین از نظام مشروطه دفاع خواهد کرد در برابر چپگرایی و در برابر جنبش‌های کلاسیک انقلابی گرا، به این دلیل که دین به خطر می‌افته و دین هم به اندازه همون حکومت پادشاهی آسیب خواهد دید. اما این نکته که دین خودش قصد داشته باشه وارد حکومت بشه و لباس حکومت به تنش بکنه، فقط در اندیشه‌های آقای خمینی بود و شاید هم نادیده گرفته شد. به همین دلیل هم است که در سال 57 جنبش روشنفکری در کمال ناباوری، بدون اینکه بخواد و بدون اینکه عرض اندام بکنه و ارزیابی نیروهای خودش بپردازه، بیشتر ترجیح داد که تسلیم آقای خمینی و توده‌گرایی بشه، به دلیل اینکه اونقدر مخالف وضع موجود بود که آینده خودش رو هم نمیدید. یعنی در واقع اگر آینده خودش رو میدید میتونه. پرسش مشخص من این است که بعد از دو میهمان ارجمندم میپرسم تا وارد بحث مشخص‌تر بشیم، همچنان پیش میریم، که آیا سال 57 انقلاب پابرهنه‌ها و تحقیر شده ها بود، با توجه البته به مهاجرت روستاییان به شهرها، گسترش اهلبی آبادها، گسترش نفوذ دین مذهب در جامعه و روحانیون در جامعه و
عوامل دیگری که شما در مورد عوامل خارجی که اشاره کردید و نکته دیگر آنچه که وابستگی سیاسی و اقتصادی و حتی الگوبرداری فرهنگی از غرب در ایران با توجه به ساخت فرهنگی نپذیرنده جامعه ایران در واقع، آیا انقلاب و برای همین عرض میکنم انقلاب پابرهنه ها و تحقیر شده ها، نگاه کردن به اون بنای باشکوه زندگی ثروتمندانه و شهری و نپذیرفتن این و شورش خلاصه در برابرش آیا بود یا نبود؟ مشخص کوتاه خواهش کنم جواب بدیم بریم سراغ آقای همایون که بنا نظرش منظورتون از پابرهنه ها رو اگه تعریف کنم، یعنی میلیون ها پابرهنه، یعنی نه اینکه از ببینید چون یه تئوری هست الان که خوشی زده بود زیر دل مردم سال 57 از وفور نعمت خلاصه ریختن تو خیابونا پادگان ها رو گرفتن و آقای خمینی رو گذاشتن سر کار، این خلاصه به زبان ساده این چیزی که هست، آیا این است یا اینکه نه واقعا میلیون ها آدم تحقیر شدن، توسری خوردن، فقر باعث شد که بریزن تو خیابون و البته در کنارش همه عوامل هم میشه شمرد، این عامل اصلی و پایه‌ای انقلاب بود یا نبود؟ خود آقای خمینی که مدعیه که انقلاب پابرهنه ها نبود، خودش که میگه انقلاب انقلاب فرهنگی، من قطعا میگم عوامل فرهنگی و دینی تاثیر داشت، خب تا عوامل اقتصادی. آقای همایون خواهش میکنم بفرمایید. شما من اول راجع به موقعیت انقلابی یه توضیح بدم. موقعیت انقلابی رو اول بار لنین عنوان میکند و تفاوت میان موقعیت انقلابی و انقلاب رو او به دقت بیان کرده است. از نظر لنین موقعیت انقلابی یعنی مردم وقتی که مردم نمیخواهند و حکومت نمیتواند، به خشونت به آدمکشی کار ندارد. این تعریف هر تغییر اساسی در جامعه انقلاب است. من به همین دلیل انقلاب کلاسیک به کار بردم که یک نوع یک گونه انقلاب رو مجزا بکنم از بقیه انقلابات. ما الان شاهد انقلاب اجتماعی بسیار ژرفی هستیم در ایران که اهمیتش از تمام جنبش‌های اجتماعی ایران در 100 سال گذشته بیشتر است و انقلابی است به معنی کامل. اما علت این که انقلاب کلاسیک با جمهوری اسلامی به پایان رسید این است که از دهه 80 سده 19 هم این جنبش تجدید نظر طلبی در مارکسیسم، یعنی ادوارد مرشتاین که آغاز کننده این بود، این شروع کرد تفاوت عمده ای رو که میان هدف و وسیله هست بیان کرد و گفت که هدف وسیله رو تبرئه نمی کنن. تا اون وقت این آموزه جزوئیت که هدف وسیله رو تبرئه می کنه، توجیه می کنه، خب غلبه داشت بر تفکر اروپایی، تفکر غربی و ما هم که مقلد او بودیم. برنشتاین متوجه شد که پیش از این که بزرگترین اشتباه بشریت یعنی پیروزی کمونیسم، این اصطلاح رو چند نفر به کار بردن که کمونیسم، پیروزی کمونیسم بزرگترین اشتباه بشریت بوده در طول تاریخ، حالا قابل بحث است. به هر حال برنشتاین خیلی پیش از اون اشاره کرد که هدف وسیله رو توجیه نمی کند، تبرئه نمی کند، بلکه وسیله هدف رو تغییر می دهد. و این البته در احزاب سوسیال دموکرات گرفت و رفتن دنبالش، ولی کمونیست ها بلشویک ها اینا قبول نکردند، رفتن دنبال همون آموزه لنینی انقلاب قهرامیز و حزب طبقه کارگر و عواقب وحشتناکش. در ایران حالا میرسم به این که انقلاب پابرهنه و اینا، در ایران جریان روشنفکری اساساً متوجه این تعریف خشونت‌آمیز و کلاسیک انقلاب بود. آقای سفیری خیلی خوب بیان کردن مثال میرزا کوچیک خان رو. از همون اول مذهبی ها این گرایش رو داشتن، حالا بعد مثلا دادگاه گل سرخی و اون حرفایی که زد یک یادآوری دیگری است برای این که این جریان نمرد در چپ ایران و همچنین در مذهبی های ایران. حالا گل سرخی نقطه مقابل میرزا کوچیک خان بود، ولی از دو طرف بود. اما انقلاب به هیچ وجه انقلاب پابرهنه ها نبود. این ساده نگری است به نظر من، برای این که شروع حرکت های انقلابی از سوی روشنفکران بود، از سوی طبقه متوسط ایران بود.
خمینی قدرتش رو از این طبقه متوسط گرفت، اما اون طبقه متوسط، اون روشنفکران ایرانی، اونها فکر میکردند که قدرت در ایران در اون 80% است که آقای سفیر اشاره کردن و در مذهب است، و اونها رفتن سراغ خمینی و رفتن سراغ مذهب، و اگر اونها ایستاده بودند روی همون موضع، حالا نمیگویم طبقاتی، ولی موضوع فرهنگی خودشون دست کم و موضوع اقتصادیشون و دفاع میکردن از اون، مسلماً پا برهنه ها هم نمیپیوستن انقلاب. اما اصلا پا برهنه به اون صورت ما نداشتیم اون موقع. درست است زاغ نشین بود، نمیدونم آلونک نشین هم داشتیم، ولی اکثر مردم، اکثر افراد ایرانی از فقر مطلق در آمده بودن، پا برهنه دیگه کسی نبود. به هر حال کارگرها، من خودم مؤسسه را اداره میکردم، کارگر معمولی هر روز چلو کباب و پپسی کولا رو باید میخورد به عنوان نهار. حالا دیگران همینطور، چون که وضع اقتصادی مملکت بسیار خوب بود، کسب و کار خیلی رونق داشت و همینطور توده ها از زیر خط فقر میآمدن بیرون. در همه اطراف شهرها درست از شرایط زندگی خوب نبود، ولی عموماً کار داشتن، بیکار نبودن و مملکت روی هم افته کارگر وارد میکرد، شروع کرده بود وارد بکنه. نه، انقلاب همونطور که آقای سفیری تاکید کردن بیشتر جنبه فرهنگی داشت، جنبه سیاسی داشت. خمینی پیامهاش، اگر به سابقهش در 1342 هم نگاه کنید، اون 15 خرداد به هیچ وجه مسئله اقتصادی نیست، مسائل همه جنبه سیاسی فرهنگی دارد. البته چون طبقه متوسط تسلیم این فکر شد که مذهب در ایران تعیین کننده است، خب این گرفت و توده مردم هم پیوستن. ولی آخرین گروه های اجتماعی که به انقلاب پیوستن کارگران و کشاورزان بودند. خیلی بسیار خوب. آقای دکتر علمداری، خواهش می‌کنم بفرمایید. همین پرسش که عرض کردم از آقای همایون و آقای سفیری. بله، من معتقدم درست است انقلاب پابرهنه ها نبود و به آن شکل که در کشورهای در انقلابات کلاسیک تضاد طبقاتی مطرح بود، در ایران مطرح نبود. اون چیزی که به نظر میاد که برجسته بود خواستهای سیاسی بود که بر هویت و تضاد فرهنگی سوار شد. واقعیتی که من در بخش اول بهش اشاره کردم، ایران در مسیر گذار بود، گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، و در این گذار بخش سنتی جامعه با فرهنگ سنتی خودش مقاومت میکنه. یک مقاومت بزرگ در 15 خرداد سال 42 اتفاق افتاد که همون نیرو در سال 1057 بر موج خواستهای سیاسی جامعه سوار شد و همون وعدهای سیاسی رو در قالب مذهبی و هویت سنتی ترک کرد. و اگر در واقع تاریخ رو، ما به تاریخ نمیتونیم اراده گرایانه نگاه بکنیم، این تحول تاریخ رو آنجور که اتفاق افتاده نگاه بکنیم، متوجه خواهیم شد که در آستانه انقلاب و به خصوص در 6 ماه اول پس از انقلاب، این خواستا در جامعه هنوز مطرح است. کم کم انقلاب رو مذهبیش کردم، انقلاب مذهبی رخ نداده بود، انقلاب سیاسی رخ داده بود که مذهبی ها تونستن رو در چارچوب و فرهنگ و معیارهای مذهبی سوارش بکنن و موفق بشن، به دلیل خلأ سیاسی نیروهای سیاسی و حزبی که یا آلترناتیو های سیاسی دیگر در اون مقطع وجود داشت. این خلأ باعث شد که نیروهای مذهبی این پیروزی کسب بکنن. بنابراین من معتقد هستم که خواستهایی که امروز مطرح است همون خواست هاست، منهای آن چیزی که ازش سوء استفاده شد. اگر امروز خواست جدایی دین از سیاست یا دین از دولت مطرح است، به دلیل اینکه جامعه متوجه شد که در سال 1357 کسانی آمدن با سوء استفاده از ادغام این دو با هم مشکل جدیدی آفریدن و نگذاشتن آن خواستهای سیاسی که مردم براش انقلاب کردن عملی بشه. امروز خواستار این هستن که این دو نهاد به درستی از همدیگه جدا بشه، مذهب کار خوش انجام بده و دولت و قدرت سیاسی کار خوش انجام بده، و در این حال این اصلاحات سیاسی مورد نظر که 30 سال 31 سال قبل براش مردم انقلاب کردن، امروز در چارچوب اصلاحی، یعنی رفته رفته و تدریجی بدون کاربرد خشونت، به سرانجام برسه.
بله، اجازه بفرمایید که بپردازیم به چگونگی برخورد حکومت ها با اون انقلاب و با اون اعتراض ها بر حال در اون موقعیت انقلابی و امروز با اعتراض های میلیونی مردم. آرام آرام البته همه رو با هم دیگه نمیخوایم بگیم. در آغاز اجازه بفرمایید که از خود آقای داریوش همایون نقل بکنیم، تصویر خود ایشون رو ببینیم. در تلویزیون قبل از انقلاب زمانی بود که حکومت نظامی در اصفهان، حکومت یک ماهه نظامی در اصفهان اعلام شد توسط ایشون و ادامه صحبتشون رو بشنویم. تأسف است در حالی که کشور ما با گام‌های استوار به سوی گسترش آزادی‌ها پیش می‌رود، مشتی خرابکار فریب خورده که اعمالشان همه مخالف اصول انسانی و تعالیم عالیه اسلامی و تنها به سود مقاصد و عناصر ضد ملی است، با وحشیگری‌های خود موجب برهم زدن نظم اجتماعی و خسارت مالی و جانی می‌شوند. البته این گونه اعمال وحشیانه ضد ملی و غیر انسانی که در دین مبین اسلام نیز محکوم شده است، کوچکترین خللی در تصمیم دولت در افزایش آزادی‌های فردی و گسترش فضای سیاسی کشور وارد نخواهد کرد و به منظور حفظ همین آزادی‌ها و امنیت زندگی هموطنان عزیز است که دولت وظیفه خود می‌داند با کمال قدرت جلوی این آشوبگری ها را بگیرد. دولت همه اقدامات لازم را برای دستگیری و مجازات قانونی خرابکاران و آشوبگران خواهد کرد و به مشتی فریب خورده بیخبر از اصول انسانی و ملاحظات ملی و دینی اجازه نخواهد داد سلامت کشور را دستخوش وحشیگری های خود بنماید. بسیار آقای داریوش همایون، شما در مقام وزیر اطلاعات جهانگردی تصور میکنم که سخن میگفتید، خطاب به مردم، از یک طرف در واقع تهدید خرابکاران به گفته شما بود و از طرف دیگر تأکید بر توسعه سیاسی اقتصادی که در جامعه ایران جاری بود اون موقع یا به هر حال می‌خواستی جاری بشه. در صحبتایی که شما در آغاز این برنامه فرمودید به نکته مهمی اشاره کردید که گفتید در واقع تسلیم حکومت در برابر آن موجی که داشت میرفت به انقلاب تبدیل بشود باعث شد که انقلاب روی بده. توضیح بفرمایید، خواهش میکنم. از همین آغاز این پرسش شما من شروع میکنم. در اصفهان ریختند و مثل معمول اون دوره آتش زدند و شکستند و خراب کردند و ما حکومت نظامی، اون هم فقط برای یک ماه، اون هم با اجازه مجلس اعلام کردیم و البته اجازه مجلس رو بعدن گرفتیم، طبیعی هم بود، این قانونن این حق رو داشتیم و خون از دماغ کسی نیومد، هیچ کس حتی کتک نخورد و شهر آرام شد و اصفهان دیگر آرام شد. اما چند ماه پس از اون رویداد، شاید فقط یک ماه پس از اون رویداد، حکومت نظامی اعلام شد، در همه کشور هم کم و بیش اعلام شد و کار به جای رسید که سربازا ماها در خیابان معطل بودند و مردم اول گل روی این تفنگ ها گذاشتند، بعد فحششون دادن، بعد زدنشون، بعد اونا تیراندازی کردند، عده زیادی کشته شدند و همش به تسلیم انجامید. رهبری سیاسی تا به نظر من تا شهریور اون سال مثل معمول، مثل 20 سال پیش از اون، 15 سال پیش از اون عمل میکرد، یعنی استوار ایستاده بود، با این تفاوت که نه فقط از طرف حکومت ما، از طرف حکومت هویدا هم از 6 ماه یک سالی پیش از اینکه با کابینه ما تشکیل شود آزادی های سیاسی شروع شده بود به عنوان فضای باز و این کار رو میخواستیم ادامه بدیم، برای اینکه رسیده بود، شاه خود شاه رسیده بود به اونجا که دیگر نمیشود. اگر خاطرتون باشد در 28 مرداد 1300
57 شاه اعلام کرد که انتخابات آینده آزاد است و همه میتوانند شرکت کنند و در صدد آوردن دعوت از سازمان ملل متحد و ناظرانش بود. یعنی عملا نظام یک حزبی رو که خودش اعلام کرده بود به پایان رساند. این سیاست اون زمان بود، یعنی در عین دادن آزادی ها منطقه تدریج استوار ایستادن در برابر آشوبگری ها. اما بلافاصله این سیاست تبدیل شد به امتیاز دادن یک جانبه، شل دادن، رها کردن و تسلیم شدن. این حکومت کنونی به نظر می رسد که بیش از حد درس های اون دوره رو فرا گرفته است. یعنی اون مقداری که اون حکومت ها، سه تا حکومت بعد از ما آمد و یکی پس از دیگری یکی دو ماه ماندن و رفتن و امتیاز دادن، این حکومت نه تنها هیچ امتیازی نمیداد بلکه با شدت عمل بیش از اندازه روبرو شده است. برای اینکه وحشت فوق‌العاده‌ای پیدا کردن، این انقلاب مخملی کابوس این رژیم شده است. مهمترین تفاوت به نظر من این است که رهبری سیاسی در اون زمان خودش رو باخت، به دلیل اینکه متاسفانه، و این اسباب شرمندگی ماست، ولی متاسفانه فکر میکرد که امریکا و انگلیس میخواهند رژیم رو در ایران تغییر بدن و خودش پیش قدم شد و اسباب این تغییر رو فراهم کرد. آقای همایون، اگر که اون شورش، معذرت میخوام، اگر که شورش عمومی همچنان گسترش پیدا میکرد، با توجه به سخنی که از شما شنیدیم در اون موقع و اکنون میشنویم که میگید رهبری سیاسی خودش رو باخت و تسلیم شد، اگر شورش ادامه پیدا میکرد، آیا معتقدید که میبایست در مقابلش با ارتش میایستاد و سرکوب میکرد و صاف میکرد خلاصه زمینه آرام رو برای خاموش رو، در واقع برای اینکه بعد بشود روش سازندگی ایجاد کرد؟ اصلا شورش ادامه پیدا نمیکرد، برای اینکه در اون ماها یک بار در تبریز شلوغ شد، یک بار در اصفهان، غیر از اون اول که سال پیشش در قم 6 نفری کشته شدن. هر دو شهر، هم تبریز هم اصفهان، فوراً آرام شدن و اتفاقاً اون دو شهری بود که تا ماها هیچ اتفاق دیگری درشون نیفتاد. موضوع این است که شما اولش به قول سعدی با بیل سر چشمه رو بگیرید یا اجازه بدهید که تبدیل به سیل بشود. وقتی تبدیل به سیل شد، یا باید کشتار بکنید که به هیچ وجه درست نمی بود، یا باید تسلیم بشید که از اول این تسلیم شدن پذیرفته شد. نه، اصلا لازم نیست شورش ادامه پیدا بکند، همه گیر بشود. شما نگاه بکنید ببینید در این 20-30 سال گذشته چقدر، حالا غیر از کشورهای اروپای شرقی و چند کشور دیگری که این تظاهرات خیابانی به نتیجه رسید، ولی هر سال چند کشور دچار شورش های بزرگ میشن. کره جنوبی تا همین 2-3 سال پیش هر سال شورش های رو شاهد بود که اصلا ایران اون موقع پیش از پیروزی انقلاب به گردش نمی رسید. نه، اینا رو می شود جلوشو گرفت، خونریزی لازم نیست. اتفاقا تسلیم شدن خونریزی بیشتری می آورد تا از آغاز محکم ایستادن، یه دیر گرفتن. فراموش نکنید که اون رژیم مخالفان سوگند خوردش رو آزاد می کرد، طرفداران خودش، وزرای خودش، همکاران خودش رو دستگیر میکرد. به کلی واقعیت سورئالیستی بود. خب معلوم است این چنین رژیمی نمیماند. بله. آقای کاظم علمداری، اشاره کردید که خواستای انقلاب 57 است که امروز هم در اعتراضهای مردمی تکرار میشود در ایران. یک تفاوتهای آیا کسان دیگری که در بارش صحبت میکنن شما نمیبینید یا مخالفید با این سخنها؟ از جمله اینکه در دوره انقلاب 57 بیشتر خواست عدالت خواهی بود با توجه به برحال حضور روحانیون و چگونگی برخورد روحانیون و طبقه تازه متوسط شهری تازه شکل گرفته و همون کمربند فقری که بنده عرض کردم، برحال بیشتر عدالت خواهی بود و خلاصه ضد وابستگی استقلال طلبی، حالا به اون شیوهی که اون موقع مطرح بود، و امروز اساسا آزادی خواهی است، در این حالی که خب عدالت طلبی هم هست بی تردید. این یکی. و دو، این که به تعبیر اکبر گنجی اون موقع در حقیقت با انقلاب 57 تلاش شد و چنین شد که مردم ایران تبدیل بشن به امت اسلام.
و الان داره برمیگرده. این جنبش هدفش این است که برگرداند فضا رو به در واقع هویت مردم ایران با حقوق شهروندی دنیای مدرن. بفرمایید. خواهش میکنم. بله، قبل از اینکه اشاره بکنم به صحبت آقای همایون، بذارید به همین نکته شما پاسخ بدم، بعد میخوام برگردم به صحبت های آقای همایون، چند نکته در اون زمینه توضیح بدم. ببینید، تفاوت طبقاتی یا تضاد طبقاتی یا شکاف طبقاتی جامعه امروز ایران به مراتب بیشتر از شکاف و تضاد طبقاتی در آستانه انقلاب 1357 است. آن چیزی که تفاوت داره دیسکورس هاست، گفتمان هاست. در اون زمان انقلاب ها حول انگیزه های اقتصادی و تفاوت طبقاتی و تضاد طبقاتی شکل می گرفت. امروز چنین چیزی مطرح نیست، در حالی که امروز اگر قرار بود با همون معیار گذشته، یعنی با این معیار انقلاب های کلاسیک حرکت بکنیم، بله بیشترین نیرو حول خواستهای اقتصادی بسیج می شدند، ولی مردم متوجه این امر شدند و تحولاتی در ایران و جاهای دیگر رخ داده مردم رو به این نتیجه رسانده که اگر قرار هست که بالانسی در مناسبات اقتصادی جامعه و طبقاتی جامعه ایجاد بشه، باید یک اصلاحات وسیع و عمیق در نهاد سیاسی و قدرت شکل بگیره، نه سرنگونی نه دیگرگونی. خب این از این نتیجه میگیرم که بله، حرفای شما درست است و این برمیگرده به این که مردم آگاهی بیشتری نسبت به خواستهای خودشون پیدا کردن و صرفا این که حکومت رو نمیخوان بسنده نمی کنند، در مقابل این که حکومت رو نمیخوان چی میخوان رو به طور خیلی شسته رفته تر و مصممتر طرح میکنن. در گذشتم گفته بودن، ولی ابزار کسب خواستهاشون رو نداشتن و واگذار کرده بودن به دستگاه روحانیت و مساجد و غیره. اما اجازه بدید برگردم به گفته های آقای همایون. من فکر نمی کنم که روشی که رژیم شاه اتخاذ کرد به دلیل این بود که رژیم به نتیجه رسیده بود که باید آزادی سیاسی داد، باید شرایط سیاسی رو، فضای سیاسی رو باز کرد، بلکه رژیم شاه صبر کرد تا زمانی که دولت کارتر این خواست رو به شاه تحمیل کرد، در حالی که شاه میتونست، رژیم شاه میتونست از سال 1339 که جبهه ملی این خواست رو ترک کرده بود و سال 1341 که بار دیگر در میتینگ بسیار بزرگ جبهه ملی و بعد نهضت آزادی ترک کرده بود، این خواست ها رو فراهم بکنه، مقاومت کرد تا اینکه جنبش های چریکی شکل گرفت. جنبش های چریکی هم نشانه های این بود که جامعه یه جامعه بیماری است، یه خواست هایی داره که از طریق مسالمت آمیز و روش های متداول قانونی نمیتونه کسب بکنه، متوسل شده به یک روش خشونت آمیز که بتونه کسانی که مقاومت میکنن با روش خشونت آمیز حذفشون بکنه. برای این برم این ارزیابی درست نیست. حتی اگر شاه اراده میکرد در زمانی که اولین چشمه های مخالفت و جنبش اجتماعی در سال 56 رخ داد به خاص مردم، به خاص سیاسی و آزادی های مورد نظر مردم تن میداد، در همون اوان این تحول اگر کسانی مثل مهندس بازرگان و یا بختیار رو مأمور تشکیل کابینه میکرد و از این کابینه به کابینه دیگر در درون در چارچوب و دایره خودش دور نمیزد، انقلاب رخ نمیداد. انقدر مقاومت کرد تا ماهای آخر بختیار رو که اصلا خواستار به هم ریختن نظام نبود، مثل بازرگان هیچ کنون از این دو نفر خواستان به هم ریختن نظام نبودن، میخواستن تحول به توی تدریجی اتفاق بیفته، مقاومت کردند و زمانی دست به امتیاز دادن دادند، زمانی خواستن که خواستهای مردم رو عملی بکنن که دیگه کار از کار گذشته بود. وقتی شما میبینید جنبش تودهی به طور سریع کمتر از یک سال به جمعیت میلیونی میرسه و تمام شهرها رو میگیره، نشان دهنده این است که این جامعه خواستاش به تأخیر افتاده و شدیداً به تأخیر افتاده و در یک فرصت سیاسی، این فرصت سیاسی ترم بسیار مهمی است، از یک فرصت سیاسی استفاده کرده، خوش داره بیان میکنه و حاکمیت اگر در همین شرایط متوجه میشد که مردم چه خواستی دارن و چرا یک دفعه تونستند
رهبران سیاسی این همه جمعیت رو بسیج بکنن علیه حاکمیت، زودتر از اونها تن به اصلاحات میداد. در حال حاضر من فکر میکنم که حکومت جمهوری اسلامی یک پندی از اون زمان گرفته، ولی پند وارونه گرفته. میخواد نگاه میکنه که چه اشتباهاتی رو چه شاه چه اشتباهاتی مرتکب شد و آنها اون اشتباهات رو مرتکب نشند. فکر میکنن اینها شاه این اشتباهات مرتکب شد که در مقابل مبارزات مردم دست به سرکوب نزد. اگر سرکوب میکرد انقلاب نمیشد. چنین چیزی نیست. اگر شاه زودتر به خواستهای مردم پاسخ میداد انقلاب نمیشد. امروز جمهوری اسلامی اون روش ها رو دنبال میکنه، به اضافه اینکه سرکوب رو چند برابر میخواد بکنه، با روش سرکوب میخواد ادامه بده. به نظر من این روش موقتی است و سرپوش گذاشتن به خواستهای مردم هست و تضادهایی در جامعه رشد کرده و از کشورهای دیگر، کشورهای همسایه عقب مونده و جمهوری اسلامی به جای اینکه از اشتباهاتش ها این گونه پند بگیره که سرکوب رو تشدید بکنه، بهتر است که از آن اشتباه شاه پند بگیره که زودتر از آن جایی که به بحران کشیده بشه به جایی برسه که دیگه برگشت ناپذیر باشه، اصلاحات رو از درون خود نظام به دست خود شروع بکنه. ببینید نکته‌ای که الان آقای علمداری اشاره کردند، ما در سخنان اخیر مسئولان نظام جمهوری اسلامی مکرر دیدیم. یه تیکه از اینها رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. ملت بزرگ ما و مسئولین کوتاه نخواهند اومد و این رو که این خوابی رو که استکبار جهانی، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و انگلیس‌ها و منافقین و سلطنت طلبا و ازنابشون و منافقین در داخلی که از به شکل جدید ظاهر شدن، به گور خواهند برد این آرزو رو که یه روزی بخوان دوباره برگردن و این مملکت رو در اختیار خودشون بگیرن. طرف خودم و دستگاه قضایی به مردم اطمینان میدم، به ملت شریف ایران، که دستگاه قضایی در انجام وظیفه خودش انشاءالله هیچ کوتاهی نخواهد کرد و با قاطعیت و سرعت پیگیر این قضایی خواهد بود و عمل نادرست و شنیعی که از این گروهی که مدعی اعتراضند ولی در واقع اعتراض به بحث انتخابات نیست، من که اینها با اصل نظام مخالفند، حتما نسبت به اینها رسیدگی خواهد کرد قاطعانه و با سرعت و در این جهت ما هیچ تردیدی به خودمون انشاءالله راه نخواهیم داد. از نهادهای حکومتی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی و انتظامی انتظار دارد در چهار چوب قانون برخورد جدی و قاطع را در دستور کار خود قرار دهند و همانطور که رهبر معظم و فرزانه انقلاب تأکید داشتند، حساب منتقدین و معترضین در چهار چوب قانون را از عناد و ضدیت با نظام به طور دقیق تفکیک نمایند و راه را برای عزت و اقتدار روزافزون نظام و پیوند و همبستگی ملی هموار بنمایند. بله، ایشون نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بود، قبلش رئیس قوه قضاییه و قبلش وزیر کشور. در کنار این تهدیدها و اعلام چنین برخورد خشن، البته دو هفته پیش میدانید که دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تشکر کرد از دو نفری که اعدام کرده است رئیس قوه قضاییه و گفت چرا بیشتر اعدام نکرده، اگر قبل از این اعدام میکردید بیشتر بعد ما ادامه تظاهرات رو نمی داشتیم. یادآور متاسفانه بخشی از حرفای آرش همایون که میگویند از طرفی که تسلیم شد حکومت، حالا وقت خواهیم داد به آقای همایون، ولی از طرف دیگه با صراحت میگویند که بنده مخالف خونریزی هستم، ایشون مخالف خونریزی هستن و اصولا نمی بایستی کار به جایی می رسید که انتخاب بین خونریزی و سازش باشه. به هر حال
هفته پیش یعنی دیروز در آخرین نماز جمعه تاکنونی آقای امامی کاشانی به نوعی می آید باز یادآور آنچه که در قبل از انقلاب شاه گفت: صدای انقلاب شما رو شنیدم و برخورد نرمی که بعداً تلاش شد انجام بشه. داره خب دیگه به گفته آقای علمداری دیر شده بود. آقای امامی کاشانی بدین گونه میگه: قبلاً ائتلفت الفرقه، الان اختلافت الفرقه. قبلاً وحدت کلمه بود، الان اختلاف کلمه است. 22 بهمن در پیش، عزیزان، ملت عزیز و بزرگ ایران، 22 بهمن نعمتی است خدا به آحاد این ملت داده. نعمت استقلال، نعمت آزادی، نعمت عزت، نعمت این که آدم واقعا همه چیزش رو سرنوشت خودش دست خودش باشه. خدای متعال این نعمت رو به ما داده. این نعمت رو باید حفظش کرد. اگر ما خدای نخواسته بخوایم بیام یه شعارهایی بدیم، بخوایم بیام یه کارهایی بکنیم، این زیبایی این نعمت رو، عظمت این نعمت رو در دنیا ما آلوده کنیم. ممکن است بعضی ها بخواهند یک شعارهایی بدن، ولی جوانهای عزیز، دختران و پسران اسلام، من دارم این رو ازتون درخواست و تقاضا می کنم که شما این کسانی که بخوان خدای نخواسته در صف شما وارد بشن، بخوان در صف. خب ببینید، در برابر در واقع نصیحت کردن در برابر شعارهای به اصطلاح ساختار شکن است که مرگ بر دیکتاتور اینها. آقای سفیری چگونه میبینید این در واقع دو مقایسه ای که من درس کردم؟ آقای امامی کجایی آدم تاثیرگذاری در سیستم نیست، یه فردی، یه روحانی میانه رو در جناح رادیکال هست. اینکه چقدر حرفش تأثیر داشته باشه و بعدش هم فراموش نکنه آقای امامی کاشانی در واقع میگه که برگردیم به وحدت. توصیه نمی کنه که برشاد مطالبات شما مطرحه، کشته شدین تو خیابون، به زندان افتادین، زندانیان رو آزاد کنین، اصلا با حکومت کاری نداره، یعنی اعمال حکومت رو تایید میکنه. یعنی اون چی که میگین صدای انقلاب رو شنیدم در واقع عقب نشینی، منظورم یه جوری چماق و هویج نیست. نه من به نظرم این من اعتقاد راسخ دارم که جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. بسیار. مگر اینکه جنبش خیابانی به نقطه‌ای برسونه جمهوری اسلامی رو که جمهوری اسلامی بین بودن یا نبودن تصمیم بگیره. اگر که قرار به عقب نشینی باشه، این عقب نشینی باید از طرف رهبر جمهوری اسلامی اعلام بشه که تا این لحظه همچین اتفاق نیفتاد. آقای همایون، پایان سخن با شماست، خواهش می‌کنم بفرمایید. یه کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، بفرمایید. خواهش در این شک نیست که انقلاب اسلامی و 30 سال گذشته باعث یک رنسانسی در جامعه ایرانی شده است، رنسانسی که سراسر بر ضد وضع موجود است. این وضع موجود 30 ساله کمک کرد که مردم ما از یک خواب 100 ساله باید بگم، یا 800 ساله شاید باید بهتر است بگویم، و 500 ساله مسلماً از دوره صفویان بیدار بشود و برود و 100% و سراسر به نمونه بهترین زندگی که امروز در جهان است خودش رو بسپارد و سعی بکند که به بالاترین درجه انسانیت که امروز در جهان میسر است برسد. این همیشه از ما فرار کرده برای اینکه دنبالش نبوده ایم، تمام این 100 سال، تمام این 800 سال و تمام این 500 سال. اما این رو باید عرض بکنم که وقتی انسان در حکومت است و میخواهد با یک بحرانی روبرو بشود، خیلی قضیه فرق میکند تا 30 سال بعد درباره اون روزها تصمیم بگیرد و بگوید باید این کار میکردیم، باید اون کار میکردیم. نمیشود. وقتی شما در حکومت هستید باید دو طرف رو نگه دارید، باید هم حکومت رو نگه دارید هم امتیازات لازم رو بدهید. یک باره نمیشود، هیچ جا این کار نکردن، هر جا شده سیل برداشته. اون موقع قرار بود اینطور پیش برود که به تدریج این آزادی ها داده بشه، همونطور که عرض کردم اصلا انتخابات آزاد بشه. حقیقتا شاه میخواست که دیگه انتخابات آزاد بشه. رسیده بود به پایانش، به پایان شخصیش، به پایان سیاسیش. ولی خب انقلابیان به خصوص طبقه متوسط ایران، روشنفکران ایران مهلت ندادند.
در اون 6 ماه بعدی هم مهلت ندادند، به بختیار هم مهلت ندادند، به هیچ کس مهلت ندادند و این خوشبختانه این بیداری امروز پیدا شده است. ما از خود جنبش سبز میبینیم که دائما ندای میان روی میرود، ندای مسئولیت به گوش میرسد و من بسیار خوشبینم. ما یک همونطور که عرض کردم یک انقلاب اجتماعی رو داریم از سر میگذرانیم که در تاریخ ما بی سابقه است و در بسیاری از کشورهای جهان بی سابقه است. و ما من یادم رفت میگم که ما اولین انقلاب الکترونیک جهان رو هم داریم تجربه میکنیم. سپاسگزارم آقای داریوش همایون، سپاسگزارم از شما. وزیر اطلاعات و جهانگردی پیش از انقلاب 57 از آقای دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، و آقای مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و از شما بینندگان که هوشمندانه بیننده صدای آمریکا هستید.